لوقا فصل ششم. در یک روز سبت عیسی از میان کشتزارهای گندم میگذشت. شاگردان او خوشه های گندم را میچیدند و در کف دستهای خود پاک میکردند و میخوردند. بعضی از پیروان فرقه فریسی گفتند: چرا شما کار را که در روز سبت جایز نیست انجام میدهید؟ عیسی جواب داد: مگر نخوانده اید داوود در وقتی که خود و یارانش گرسنه بودند چه کرد؟ او به خانه خدا وارد شد و نان تقدیس شده را برداشت و خورد و به یاران خود نیز داد، در صورتی که خوردن آن نانها برای هیچ کس جز کاهنان جایز نیست. همچنین به ایشان فرمود: پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است. عیسی در روز سبت دیگر به کنیسه رفت و مشغول تعلیم شد و مردی در آنجا حضور داشت که دست راستش خشک شده بود. ملایان یهود و فریسیان متوجه بودند که ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا خواهد داد تا مدرک بر ضد او به دست آورند. اما عیسی به افکار آنان پی برد و به مردی که دستش خشک شده بود فرمود: برخیز و در میان بیست. او برخاست و آنجا ایستاد. عیسی به ایشان فرمود: سوالی از شما دارم، آیا در روز سبت نیکی کردن رواست یا بدی کردن؟ جان انسان را نجات دادن یا نابود کردن؟ دور تا دور به همه آنها دید و به آن مرد فرمود: دستت را دراز کن. او دست خود را دراز کرد و دستش خوب شد. اما آنان بسیار خشمگین شده در میان خود به گفتگو پرداختند که با عیسی چی می توانند بکنند. در آن روزها عیسی برای دعا به کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه خدا به صبح رسانید. وقت سپیده صبح دمید، شاگردان خود را خواست و از میان آنان 12 نفر را انتخاب کرد و آنها را رسولان نامید. شمعون که به او لقب پتروس داد و اندریاس برادر او، یعقوب و یوحنا، فیلیپوس و بارتولما، متا و توما، یعقوب پسر حلفا و شمعون معروف به فدایی، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخریوتی که خائن برآمد. عیسی با آنان از کوه پایین آمد و در زمین هموار ایستاد. اجتماع بزرگی از شاگردان او و گروه کثیر از تمام نقاط یهودیه و اورشلیم و اطراف سور و سیدون حضور داشتند. آنها آمده بودند تا سخنان او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. آن کسانی که گرفتار ارواح ناپاک بودند شفا یافتند و هر کسی در میان جمعیت کوشش میکرد دست خود را به عیسی بزند، چون قدرتی که از او صادر میشد همه را شفا میداد. بعد به شاگردان خود چشم دوخت و گفت: خوشا به حال شما که فقیر هستید، پادشاهی خدا از آن شماست. خوشا به حال شما که اکنون گرسنه اید، شما سیر خواهید شد. خوشا به حال شما که اکنون اشک میریزید، شما خندان خواهید شد. خوشا به حال شما هرگاه به خاطر پسر انسان مردم از شما روی گردانند و شما را از بین خود بیرون کنند و شما را خوار سازند و یا به شما بد گویند. در آن روز شاد باشید و از خوشی پای کوبی کنید، چون بدون شک اجر بزرگ در عالم بالا خواهید داشت، زیرا پدران ایشان نیز درست به همین طور با پیامبران رفتار می کردند. اما وای به حال شما ای ثروتمندان، شما ایام کامرانی خود را پشت سر گذاشته اید. وای به حال شما که اکنون سیر هستید، گرسنگی خواهید کشید. وای به حال شما که اکنون می خندید، شما ماتم خواهید گرفت و اشک خواهید ریخت. وای به حال شما وقتی همه از شما تعریف می کنند. پدران ایشان درست همین کار را با پیامبران دروغین کردند. اما به شما که سخن مرا می شنوید می گویم، به دشمنان خود محبت نمایید، به آنان که از شما نفرت دارند نیکی کنید، برای آنان که به شما دشنام می دهند دعای خیر کنید، برای آنان که با شما بدرفتاری می کنند دعا کنید. وقتی کسی به صورت تو می زند، طرف دیگر صورت خود را هم پیش او ببر. وقتی کسی چپن تو را می برد،
بگذار پیراهنت را هم ببرد. به هر که چیزی از تو بخواهد ببخش، و وقت کسی آنچه را که مال توست میبرد آن را باز مخوا. با دیگران آنچنان رفتار کنید که میخواهید آنها با شما رفتار کنند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، برای شما چه افتخاری دارد؟ حتی خطاکاران هم دوستان خود را دوست دارند. و اگر فقط به کسانی که به شما نیکی می کنند نیکی کنید، برای شما چه افتخاری دارد؟ چون خطاکاران هم چنین می کنند. و اگر فقط به کسی قرض بدهید که توقعی پس گرفتن دارید، دیگر چه افتخاری برای شما دارد؟ حتی خطاکاران هم اگر بدانند تمام آن را پس خواهند گرفت، به یکدیگر قرض خواهند داد. اما شما به دشمنان خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون توقع عوض قرض بدهید که اجر بزرگ خواهید داشت و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است. پس همانطوری که پدر شما رحیم است، رحیم باشید. دیگران را بد نگویید تا شما را بد نگویند. ملامت نکنید تا ملامت نشوید. دیگران را ببخشید تا بخشیده شوید. بدهید که به شما داده خواهد شد. پیمانه درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد. زیرا با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. همچنین مسئله برای ایشان آورد. آیا یک کور می تواند اساکش کور دیگری باشد؟ مگر هر دو در چاه نخواهند افتاد؟ شاگرد بالاتر از استاد خود نیست، اما وقت تحصیلات خود را به پایان برساند، به پایه استاد خود خواهد رسید. چرا به پرکاهی که در چشم برادرت هست نگاه می کنی و هیچ در فکر چوبی که در چشم خود داری نیستی؟ چطور می توانی به برادرت بگویی ای برادر، اجازه بده آن پرکاه را از چشمت بیرون بیاورم، در صورتی که چوب داخل چشم خود را نمی بینی؟ ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون بیاور، آن وقت درست خواهی دید که پرکاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. هرگز درخت خوب میوه بد و یا درخت بد میوه خوب به بار نیاورده است. هر درختی از میوه شناخته می شود. از بته‌های خار انجیر جمع نمی کنند و از خاربن انگور نمی چینند. مرد نیکو از خزانه نیک درون خود نیکی به بار می آورد و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد. چون زبان از آنچه دل را پر ساخته است سخن می گوید. چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا می گویید، ولی آنچه را که به شما می گویم انجام نمی دهید؟ هر که پیش من بیاید و آنچه را که میگویم بشنود و به آنها عمل کند، به شما نشان میدهم مانند کی است. او مانند آن مردی است که برای ساختن خانه خود زمین را عمیق کند و تهداب آن را روی سنگ قرار داد. وقت سیل آمد دریا طغیان کرد و به آن خانه زد، اما نتوانست آن را از جا بکند، چون محکم ساخته شده بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آن عمل نکند، مانند مردی است که خانه خود را روی خاک بدون تهداب ساخت. وقت سیل به آن خانه زد، خانه غلطید و به کل